شده؟ هیچی، روان در یه خطر روزیه. چی کار کرده؟ دریای خزر رو داده روسیه. اینجوری نبوده بابا. هست، همینطوریه. ما باید پس فردا بریم سر کوچه گدایی بکنیم. اتفاقش اینه چه؟ این کنوانسیون مبنای خوبی است که ما بتوانیم پنج کشور همچنان به فعالیت خودمون برای دست یافتن به آخرین نقاط برای مسائل حقوقی که مد نظر همه ما هست. اتفاقی که امروز داره میفته در قزاقستان اتفاق تاریخی بسیار با اهمیتی است. من متاسفم که از این لفظ استفاده میکنم. آقای روحانی مستقیما در چشم مردم دروغ میگفت که امروز ما به موفقیت رسیدیم. اون چه که امروز به عنوان کلیات سند کنوانسیون از زبان آقای روحانی شنیده شد یک خیانت به منافع ملی ایرانه. در شرایطی که جمهوری اسلامی مساله گروهی خودش رو ترجیح میده به مساله و منافع و حدود ملی ایران. کم عقلی معمولا اونایی که با دولت مخالفت میکنن، من وقتی حساب میکنم بیشترش بر مبنای کمبود عقله. والا خب مخالفت با دولت اصلا معنی نداره. مبارزه با دولت یعنی مبارزه با وقتی که بحث تقسیم شویم رژیم یا برگزاری رژیم یا حقوقی دریای خزر شروع شد سال 1996. ما در روسیه کارشناسان وقتی که جمع اومدیم برای اولین جلسه ای که ببینیم در کدام چارچوب باید این حل فصل بشه، همه ما انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال 1921 و 1940 درخواست 50% حق خودش را خواهد کرد. ما این انتظار را کارشناسان داشتیم، ولی در جلسه اول یکباره ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم بشه، یعنی باید هر کدام اون کمتر از 20% داشته باشن، که واقعا باعث خیلی برای ما عجیب و غریب می‌نمود که چجوری ایران از حقوق خودش گذشت بکنه. اشاره میکنید که چه زمانی بود دقیقا این صحبتهایی که میکنید، چه سالی بود و چه کسی اگر بتونید بگید که در اون مذاکرات به این نکته اشاره کرد؟ ما تیم کارشناسی روسیه و کشورهای دیگر بود و این دقیقا میدونم که سال 1996 بود، قبل از اولین سامیت سران کشورهای حاشیه دریای خزر. و این پیشنهاد ایران برای ما خیلی جالب بود. چون چقدر احتمال داشت که شما بپذیرید که ایران 50% رو بگیره اگر در اون زمان ایران پافشاری میکرد بر 50%؟ ببینید، ما از لحاظ روانی آماده بودیم، چون که دو قرارداد که مدیریت و فعالیت را در این دریا مشخص میکرد و طبق آن جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی فعالیت خودش در آنجا انجام میداد، این دریاچه 50 و در 50 تقسیم میشد و هر اتفاقی که در طرف اتحاد شوروی رخ داد، این در اون قسم 50% اتحاد شوروی بود از روی منطق. و هر بحثی که اگر ایران میخواست 50% را داشته باشه، طبق قانون این اجازه را براش میدادن و حد اگر اینم انجام نمی بود، حداقل برای سازیش با ایران 1% خیلی خوبی را کارشناسان آماده بودن پیشنهاد بکنن برای ایران. بنابراین اون اتفاقی که افتاد، اتحاد شوروی، فروپاشی اتحاد شوروی، دقیقاً در اون قسمت 50% اتحاد شوروی بود. جمهوری اسلامی ایران که سری پای خودش بود و 50% مال اون بود از لحاظ دو قراردادی معتبری بین المللی سال 1921 و سال 1940. بنابراین مشخص شد که این برای سه کشوری تازه استقلال پیدا کرده مثل آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان یه هدیه الهی بود که سری اونها افتاد و اونها نمیدونستن اینا چجوری از خوشحالی حل و فصل بکنن. کم عقلی معمولا اونایی که با دولت مخالفت میکنن، من وقتی حساب میکنم بیشترش بر مبنای کمبود عقله. والا خب
مخالفت با دولت اصلا معنی نداره. مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، مبارزه با منافع یک ملت، ضربه زدن به امید یک ملت. دکتر عیدی برای مردم چی دارید؟ عیدی همین است که مردم ما انشاءالله تلاش بکنن ما بتونیم به اهدافمون برسیم. ملت عراق کمک کردیم در سخت ترین شرایط اقتصادی دولت. وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق، بعضیا فکر میکنن فقط فداکاری جانی است که عده‌ای فداکاری میکنن. درسته، عده‌ای با جان فداکاری میکنن و باید قدردانی کنیم، اما حقوق اینها رو کی تامین میکنه؟ سلاح اینها رو کی تامین میکنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تامین کرد؟ پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟ بالاترین وظیفه‌ای که من برای خودم میدونم حفظ و حراست از نظام هست. استطلب هستم و تعلق خاطر دارم به یک جریان و جناحی که معتقد باید از اساس پایه اینجور بیگانی ها رو بزنه. جز این که تکرار میکنن که مردم دنبال سرنگونیه رژیم جمهوری اسلامی هستن، مردم خسته شدن از اصلاح طلب و مردم میخوان که این حکومت رو سرنگون بکنن. این ادبیات، ادبیات کهنه‌ای هست که الان از جنبش سبز انرژی میگیره. اگر اجازه بدین اصلا ازش میتونم مثل شما با این قاطعیت فتوا صادر بکنم که یک شبه بیاین بنیاد ولایت فقیه رو برافکنین.